آقای ونیستادی، شما توی پلتفرم پرژن اواز تشریف دارین. پرژن اواز داره سعی میکنه یک در واقع جایزه بین‌المللی باشه توی قسمت ادبیات برای کسانی که دستی به قلم دارن. شما حتما با نوبل ادبی آشنایی دارین. میخوام بدونم نظر شما و پیشنهاد شما در این زمینه چی هست؟ چه کسانی خوبه که کاندید بشن برای دریافت جوایز و چه کسانی خوبه که به عنوان داور انتخاب بشن؟ والا هر وقت کسی بخواد جایزه ای بده، اولین مطلب که من میخوام بگم این است که از جنجال گریزی نیست، یعنی کانتروورسی جز میشه. شما وقتی که به تصمیم بگیرید یه جایزه بدید، باید پیهش رو به تنتون بمالید که کسانی عصبانی میشن، کسانی خوششون نمیاد و نمیشه همه رو خوشحال نگه داشت. بنابراین باید این رو اول آدم فکر کنه که چی مهمه براش، یعنی یک سازمان چی براش مهمه، یک گروه چی بعد چی، اون هسته ارزشی، اون یک چیزی که برای شما، برای دوستان، اون یک چیز چیه. و به نظر من اگه این درست تعریف بشه، هویت این جایزه درست شکل میده. اگه این مشوش باشه، آدم ندونه چی براش مهمه، این جایزه هم بالاخره چیز جدیه، اون هدفش نمیشه. اون چیزی که من فکر میکنم، اگر حالا چون نظر منو پرسیدین میگم، اون چیزی که من فکر میکنم، من شخصا فکر میکنم ما دو تا وظیفه داریم تو این دنیا، یعنی آدم دو تا وظیفه داره، یکیش کشف حقیقت و دومی کم کردن رنج. و من فکر میکنم ما نیاز داریم به این دوتا. و من اگه بخوام کتاب رو انتخاب کنم، به این دوتا نگاه کنم، آیا این یک حقیقتی رو فاش کرده؟ حالا حقیقت هم نباید حتما حقیقت عجیب غریب باشه، یه رازی از اصلا وجود آدمیزاد. و دوم این که کمک کرده به کم کردن رنج. شما میدید تو همین کانادا الان مثلا ادبیاتی که در مورد نیتیف کانادین یا سرخپوست هست، الان سرخپوست هم کلمه درستی نیست، بومی های کانادا هست، این خیلی الان در این سالا تشریح میشه، بخاطر اینکه واقعا در این کانادا یه اتفاقاتی افتاده و هنوز این رنج درست توضیح داده نشده. بنابراین این هست. داوراش هم نمیدونم داورای کتاب واقعا کیا باید باشن. حتما باید خودشون تعدادشون نویسنده باشن. حتما باید کسانی باشن که حتما باید میانشون کسانی هم باشن که نویسنده نباشن. میدونین یعنی بتونن که بس رول یک خواننده بخونن و بفهمن. نقد کتاب خیلی سخته. برای اینکه آدم ها زائقه مختلفی دارن در مورد کتاب، هم به لحاظ ساختار و نحسب که نوشتن، هم به لحاظ محتوا. کار سختیه. من واقعا اینقدر تجربه ندارم که بتونم با اعتماد به نفسی مطلبی رو براتون بگم. فقط میدونم که مسئله پیچیده‌ایه و خیلی تصورات مختلف وجود داره. باید حتما با خیلی حرف زد تا اینو چکشکاری کرد. اما امیدوارم کتابایی که چون ببینید شما هر کتابی رو که جایزه بگیره، مهمترین اتفاقی که براش میفته اینه که دسترسیش بیشتر میشه. واقعیتش بخواید دست کتاب نوشتن، کتاب فارسی در خارج از ایران، کسی درآمدی نخواهد داشت به اون معنی که زندگیش عوض شه. کسی هم که مینویسه آرزوی اصلیش خونده شدنه. بنابراین واسه اینکه اونهایی که شاید همه حرفی برای گفتن دارن ولی به اندازه کافی خونده نمیشن، یکم به دسترسی ها کمک کرد. و البته باید فکر کرد و راهش رو پیدا کرد. دقیقا همینی که شما میفرمایید، چون الان بیشتر به حق انتشار یک نویسنده است که بهش برمیگرده، ولی خب وقتی چنین جوایزی به وجود بیاد، کمک میکنه به نشر اسم اون نویسنده، نشر کتاب اون نویسنده که جاهای مختلف، چون قرار در حد در سطح بین المللی باشه، جاهای مختلف اسم اون نویسنده پخش شه، کتابش مطرح بشه. فکر میکنم در این زمینه هم بتونه کمکی باشه برای نویسنده. بله دیگه، در زمینه شناسوندن نویسنده خیلی خیلی کمک میکنه، چون واقعا دنیا پر از اصلا دنیا پر از آدم های موفقیه که ما نمیشناسیم. میدونید پر از نویسنده و هرگز نخواهیم شناخت و در گوشه خونه شون مینویسن. و خب در دنیای سابق این امکان توزیع نبوده دیگه، این رسانه ها نبوده، ولی الان هست. بنابراین به نظرم میاد مهمترین کاری که پرژن اواز میتونه بکنه همین است که این آشنایی ها رو ایجاد کنه. ضمن اینکه حالا اون سازمان پشت سرش اگه بتونه رو توزیع هم کمک کنه به نویسنده‌ها که خیلی خیلی مهمه.